هرچی تایم فریم بلند مدت تر باشه و من توی اون در شرایطی قرار گرفته باشم که همراه با رشد باشه، خیالم راحت تره که میتونم ازش گین بیشتری بگیرم. بازار سعودی حالا حالا سوارشیم. رینبو که با هم دیدیم اون نمودار رنگین کمانی به من داشت میگفتش که الان بازار توی حالت بابل رفته یا نه. وقتی که تو حالت بابلی قرار میگیره، خب شروع نوسانات زیاده. اگر حرفه‌ای باشم تو نوسان گیری که زدم رفته، اگر هودل دارم میکنم باید در نظر داشته باشم که اگر رفت اون نقطه یواش یواش باید به این فکر باشم که منابع مالیمون رو جابجا کنم. از دل همین توضیح ساده، یعنی از جابجا بکنم از کیف پولم به صرافی، همین نکته ساده یعنی جابجایی منابع مالی از کیف پول و حالا کیف پول ها به صرافی ها خودش یه سیگنال مهمی برای توقف رشد بازار هست. این رو چجوری حساب میکنم؟ ببینید در کل دنیای اینفلو آتفلو بیت کوین وجود داره به اکسچنج ها، که این باعث شده که روند قیمتی هم تحت تاثیر خودش قرار بده. پس هیچ شاخصی توی قیمت و چی بگم حجم معامله نیست، بلکه روی بلاکچین اتفاق میفته فارغ از قیمته. تأثیرش رو فردا روی قیمت میذاره، یه موج سینوسی دیرتر میذاره. من توی تایم فریم بلند مدت نگاه کنم خیلی قشنگتر میتونم رفتار بکنم. و این رو حالا نوشتم دیگه، BTC All Exchange Net Flow، یعنی نت فلو منظور این فلو آت فلو است. این رو کجا میتونم ببینم؟ من بیارم اینجا یه چیزی به شما نشون بدم. البته این سایت ها رو ما با هم دیدیم فکر میکنم، یه تعداد چیز دیگه هم بهتون مرجع دیگه هم میدم که توی اون مرجع هم اینجور سایت هایی که این دیتا ها رو ارائه میکنن قرار داره. به نظرم شایسته است ازش بتونیم استفاده بکنیم. من این رو برای شما باز بکنم تو سایت کریپتو کوانت، این هم بزنم به بالا، این سایت هم بازش بکنم که نمونه ها، بعد بریم رو سایت. من لینک ها هم برای شما بذارم اینجا. اولویت استفاده از ابزارها، اولویت بر اساس همین، ببینید اینا نمیتونیم بگیم یه دونه این یک حتما، اینا این ترکیبی که من دارم بهتون پیشنهاد میدم، این ترکیب خوبیه برای اینکه شما بتونی روند درست تشخیص بدی. هزاران ابزار دیگه هست که میتونی کنار این بذاری، تحلیل رو پیچیده‌ترش بکنی، انحراف تصمیم گیری رو به حداقل برسونی. ولی در نظر داشته باش که دیگه همه نباید مارادونا باشن توی این بازی و میتونه ترکیبی از همین چندتا شما رو به یه حالت بهینه برسونه، هرچند که صرف زمان و هزینه بیشتر قاعدتاً ترکیب شاید بهتری رو به شما منتقل بکنه. اما اون ترید آف دیگه باید ببینیم میصرفه یا نمیصرفه. من لینک بعدی رو برای شما بذارم. این ابزار رو داشته باشین. من برم روی چیز، این کریپتو کوانت، من BTC All Exchange Net Flow رو زدم که به من نمایش میده چقدر. حالا باید ساین این هم بکنیم اینطور که باید فکر میکنم یه اکانت ایجاد بشه. بله من اکانت رو بزنم ببینم داریم اصلا. اوکی اینو نداریم، بزنم شاید با این ایمیل سوالتون رو بپرسیم. من دارم پایین، خب نمیدونم این رمز اینش میسی که من فراموش کردم. حالا میخوام مسیر رو بهتون نشون بدم. ببینم که اینکه باز میکنه. خب نه کرد. حالا تو این ساینینه اطلاعات بیشتری از شما میخواد تا بتونه مثلا نمودارهای دیگر نشون بده.
اما این BTC All Exchange Net Flow که خالص جریان ورودی خروجی رو نشون میده. اگر جریان ورودی بهش مثبت باشه، یعنی عدد مثبت باشه، شما با افت قیمت مواجه خواهید شد، چون دارن میان که بفروشن. اون داستان سرخپوسته بود، گفتم گوشو بذار رو ریل بشنم که داره میان یا میرن و نزدیک داستان چه اتفاقی داره میفته. این که قاعده اقتصادی هست که میگن اگر یک جامعه ای فکر میکنه در آینده نه چندان دور قیمت یک کالایی میخواد گرون شه، همون لحظه گرون میشه، علتش اینه که هجوم میبرن مردم به این سر. شما این موجو داری میبینی که داره میره به سمت که منابع مالیشو برای تو اکسچنج اونجا بفروشه. تعدادهای قابل توجهی هم دارن دیگه، و خطر هک شدن کیف پول ها باعث شده که خطر هک شدن اکسچنج ها باعث شده که اینا منابع مالیشون از اکسچنج کیف پول اکسچنج برن به هات والت هاشون، به هات یا هات والت یا کولد، اکثرا میرن رو کولد والت سخت افزاری ها نگهداری میکنن که ریسک بالاتری رو برای خودشون متحمل نشوند و بتونن از منابع مالیشون به نفع احسن حفاظت بکنن. این جریان از این به اون، ارسال از این به اون، باعث شده که یه شاخصی طراحی شه به این صورت All Exchange Net Flow که به هم کمک میکنه که ببینم به چه سمتیه. پس این فاکتور رو در نظر داشته باشیم، اینا سیگنال مهمی برای خرید و فروش. دیروز BCH 60% بالا رفته آیا بذارید پس سوالاتتون بنویسین، من این مطلبم تموم شد، فکر کنم مرتبط با اینه، برمیگردم سوالا رو جواب بدم. در حوزه تاپ کریپتو آن چین دیتا پرووایدر ها، یعنی همین سایت هایی که شما باهاشون سر و کار دارید، کوین متریک هست که دیروز هم با هم بهش دیدیم، دونه انالیتیکس هست، اینتو دی بلاک هست، گلاس نوت هست که این چند تا رو من ویدیوشون رو ساختم توی کانال یوتیوب هم قرار دادم، شما میتونید از اونها هم استفاده کنید. اینا بهترین ها هستن که لینکش هم براتون گذاشتم، از اینها میتونید استفاده کنید. اکثر شاخص های غیر تحلیل تکنیکالی رو شما میتونید اینجا پیدا کنید. چرا اینو بهتون دادم؟ ببینید بازار هم تو که گفتم پترنا که دیتکت میشه میره به سمت کیل شدن. شما من و شما اولین نفری نیستیم که به این بازار داریم وارد میشیم، هیچ کسی هم چیزی ندونه، همه خالی از ذهن باشن. قبل‌تر از ما میلیون ها نفر اومدن تو این بازی و خارج شدن، یا میلیون ها معامله مختلف بر اساس پترن های مختلف انجام شده. به همین خاطر شما تو این سایت هایی که من خدمتتون دادم میتونید اطلاعات مربوط به اون شاخص ها رو پیدا کنید. از امروز به بعد شما دیگه درگیر این بازار هستین، یه مقاله رو میخونید میگه مثلا یه همچین چیزی رو من استفاده کردم، این سیگنال خیلی خوبیه. دیتاش از کجا پیدا کنم؟ دیتای مربوط به این تحلیل رو میتونید از این مجموعه سایت هایی که خدمتتون ارائه کردم به دست بیارید. در خصوص مکدی، من برم یه دونه BTC رو بگیرم. ببین اینجا که BTC میزنم یه صفحه باز میشه، بالاش چی گفته؟ اینجا رو میبینن همه دوستان، صفحه اسکرین منو میبینید دیگه، درسته؟ اوکی مرسی. ببینید شما یه آل داری، استاک داری، فیوچرز داری، فارکس داری، سی اف تی که با هم صحبت کردیم داری، کریپتو داری، ایندکس داری، اکونومی. من میذارم رو کریپتو که این سفر رو برام آورده. از اینجا میام میگردم مثلا چی، بیت پی یا بایننس، یا حالا داریم دیگه نمونه های مختلف صرافی ها رو اینجا اسکرول کنم بیام پایین هست دیگه، مثلا هابی ارسا، اینا که اسمای معروف تری دارن، بایننس که بارها دیدیم، و حالا قیمت توی با این حالتی که عوض شد دیگه، از BTC داره به یه چیز دیگه میزنه. من BTC USD میگیرم، همون بیت پی، نه USDT که یه ذره متفاوته، برای تحلیل که خب قبلا هم دیده بودیم. این سایت کلی امکانات داره، ویدیو در خصوص این ساختم توی یوتیوب هست، حتما تماشا کنید. یه فکری هم دارم برای اینکه یه دوره مثلا 2 ساعته 3 ساعته کامل بذارم روی این و یه مقدار زیادتری تخصصی روش بریم کار کنیم، چیزای به درد بخوری توش زیاد داره. من میام روی اینجا قرار گرفتم، رو آیدیا میزنم، رو آیدیا میام مثلا رو آیدیا دنبال مکدی میگردم. مومینگ اوریجه
دیگه بزنیم. این هم گنه که با هم صحبت کردیم. این چیز دیگه ای داره. خب پترنا توی تکنیکال مووینگ اوریج. اومده خب مووینگ اوریج اینجا توضیح داده که چی هست. بعد روی BTC هم داریم اینجا، حالا عرضه دیگه هم داره مطرح میکنه. اینجا رو من بازش کنم. ببینید وقتی تایم فریم بلند مدت تری برای اینها میگیریم، یعنی من توی بازه بلند مدت تری میخوام ببینم این داره تو حالت صعودی یا نزولی. این اومده بیت کوین به یو اس دی دلار رو گرفته و داره میگه که اینجا مثلا یه دونه خطی کشیده و این ترند داره با هم میگه یکسانه و اینجا هم داره به اون سقف نزدیک میشه. از اینجا حدود چقدر بوده؟ 45 بوده، اومده تا مثلا ببخشید این 45 نبوده، 34 بوده، اومده تا مثلا 29. میبینید این B رو میبینید؟ A B C D. این B C A یه چیز حدود مثلا 5000 دلار بوده و یه همچین اصلاحی رو انجام داده از اینجا، از این نقطه دقیقا، و از حدود مثلا 10 ژانویه شروع شده تا ژانویه 2021 تا مثلا 27 ژانویه همین 2021 که چیز حدود 17 روز 18 روز بوده، یه حدود 5 از 40 هزار تا 41 اومده تا مثلا 29. اشتباه نمی کنیم؟ حالا همین حدود دیگه تا این رقم افت کرده و دوباره مسیر رو شروع کرده رفتن و میتونه این نقطه نقطه اصلاحی باشه. اما توی تایم زونی که داره براش میبینه، این چیزی که براش زده، فیبویی که براش زده، فیبو اکستنشنی که براش زده، داره مثلا سقفش رو تو حدود مثلا 52000 تا میبینه که میتونه تو این منطقه بره و برگرده. یه سری هم که تحلیلشون اینه که تا این بالا هم میتونه رشد بکنه که حدود 62000 دلار هست